سلام یاران، در ادامه فیلمی که هفته پیش گذاشته بودم برای اوم مانی پدمه اوم، یک قسمت از مثنوی خیلی کوتاه، 5-6 خط از مثنوی دفتر پنجم 557 انتخاب کردم که خیلی ارتباط داره به اون قسمت conscious praying که ما داشتیم توی اوم مانی پدمه اوم، که خدایا هستی معرفت در گلولایه و من در زندگی روزمره دارم کار میکنم، هستی نیلوفرم تو گلولای ولی ساقه معرفتم از آب زلال رد میشه و با صبر و شکیبایی و پایداری من گل نیلوفر آگاهیم بالای آب رو به خورشید باز میشه. این فیلم در ادامه اونه. یه قسمت از مثنوی رو خدمتتون گفتم، دفتر پنجم 557 داره راجع به سه تا لایه از ایگو و سه لایه نفس ما صحبت میکنه که به طور اختصار اصلا اسمی از نفس اماره و نفس لوامه نمیاره، ولی راجع به نفس مطمئنه که اون نفس لطیف جانمون، اون قسمت خیش نزدیک به خیشتن خیش ماست، داره راجع به اون حرف میزنه که میگه که چه کارهایی توی زندگی ما میکنیم که این ساقه نیلوفر ما رو خدشدار میکنه و نمیذاره سریع تو آب معرفت، تو آب آگاهی بالا بیاد. و شعر اینجوریه: روی نفس مطمئنه در جسد زخم ناخونهای فکرت میکشه، فکرت بد ناخون پرزردان می خراشد در تعمق روی جان، در گشاد عقده ها گشتی تو پیر، عقده چند دگر بگشاده گیر، عقده ای کن بر گلوی ما سخت که بدانی که خسی یا نیکبخت، حد عیان و عرض را دانسته گیر، حد خود را دان که نبود زین گریز، چون بدانی حد خود زین حد گریز، تا به بی حدی رسی ای خاک بیز. جان ما رو، جان لطیف ما رو که این بهش نفس مطمئن نمیگه، میگه روی جون جان ما رو، جان لطیف ما رو، این در جسد اینجا به معنی تن، روی نفس مطمئنه در جسد زخم ناخونهای فکرت میکشد. فقط ما با فکرهامون، ذهن آرام که نباشه هی فکر پشت فکر پشت فکر، انگار که جانمون رو با ناخون داره خراش. فکرت بد ناخون پرزهر دان. بدون که فکرهای بد ما که بیشتر وقتا اون شکلیه، ناخون پرزهر دان می خراشد در تعمق روی جان، در عمق وجودمون، جانمون و این فکرهای پرزهر ما خراش. ببینید انسان چقدر به خودش آزار میرسونه و انسانهای بزرگ مثل جلال الدین به چه زیبایی با چند تا کلمه ساده اینو به این زیبایی باز میکنه. در گشاد عقده ها گشتی تو پیر، عقده چندی دیگر بگشاده گیر. عقده یعنی گره.
ما داره راجع به گره های زندگیمون توی وقتی که اون هسته نیلوفر ما هنوز تو گلولایه. میگه توی اون گلولا که هستیم، تو زندگی فیزیکی که هستیم، هی باید مسئله حل کنیم، از این موضوع این شغلمون رو اینجوری کنیم، بعد زندگیمون رو اینجوری کنیم، بعد جفتمون رو اینجوری کنیم، بعد بچه‌مون رو اینجوری کنیم، و بعد همینجوری مسئله ها رو میخوایم هی اینا رو، این عقده ها و این گره ها رو، عقده یعنی گره، این گره ها رو باز کنیم. در گشاد عقده ها گشتی تو پیر، فردوس خان پیر شدی، خب عقده چندی دگر بگشاده گیر. میگه بابا پیر شدی تو این عقده گره، حالا نباید حتما مویتون سفید باشه، یعنی وقتی که 30 سالتونه، 40 سالتونه، 50 سالتونه، هنوز به سکون نرسیدید، به آرامش نرسیدید. ساقه این هسته نیلوفر توی آب آگاهی نمیاد، همش داری گره باز میکنی. میگه توی واقعا پیر شدی دیگه، توی این همین که داری از این گره به گره دیگه، از این موضوع به یه موضوع دیگه، حالا فکر کن چند تا گره دیگرم باز کردی. خب عقده‌ای که کان بر گلوی ماست سخت، که بدانی که خسی یا نیکبخت. اصلا موضوع اصلی، گره اصلی رو که باید باز کنیم اینه که ما داریم چی کار میکنیم. آیا خسی؟ هنوز توی اون گلولای هستیم و داریم کار میکنیم، یا اینکه نیکبختی؟ نیکبخت کی؟ وقتی که جانت داره آگاهی رو نوش میکنه و توی آگاهی داره رشد میکنه، نیکبختی. پس اصل عقده ای رو که باید باز کنیم، ببینیم ما خسیم یا ما نیکبختیم. حد عیان و عرض دانسته گیر، حد خود را دان که نباید زانگریز. اعیان عرض، وقتی که یه ملکی میخرید بهتون میگن اعیانش، یعنی زمینش انقدره، عرض اون ساختمونی که توشه، عرضش انقدره. میگه تو باید بدونی اعیان و عرض تو چقدره. ببینید مولانا چه متافور زیبایی رو به کار میبره. اعیانت اون زمینیه که توش هستی، ولی داری توش چی کار میکنی؟ حساب بانکی تو میدونی، ملک و املاک تو میدونی، فرش و میز و تخت و فلان هر چی که داری رو هی چک میکنی، ولی عیان و عرض وجودت رو بهش توجه نداری، نمیدونی تو این زمین وجودت چه ساختمونی ساختی، چه بنایی رو گذاشتی. میتونیم یک بنای زیبای نورانی بسازیم که از انوار و زیبایی این بنا به دیگران برسه، یا میتونیم یک طویله بسازیم، یک آغل بسازیم. از آب زلال رد نشد. پس حد اعیان و عرض دانسته گیر، حد خود را دان که نبود زین گریز. بالاخره ما توی این مسیر داریم حد کار میکنیم، بهتر اینه که بیستیم و بدونیم داریم چه کار میکنیم، اعیانمون چقدره، عرضمون چقدره، چه کار کردیم توی این زندگی، چه بنایی رو گذاشتیم، چه خیری رو به دیگران رسوندیم، چه حال خوشی رو به خودمون دادیم، چقدر توی این زندگی داریم جوی میبریم و جوی رو پخش میکنیم. حالا تازه به اینجا هم قناعت نمیکنه، میگه چون بدانی حد خود زین حد گریز. یعنی اگه بدونی تا اینجا الان حدته، توی این اعیانت
این عرض رو ساختی، حالا اینجا بیست و این رو گسترش بده، از اینجا بگذر. مرتب این کار رو بهترین عادتیه که بکنیم. ببینیم الان جامون کجاست، یک قدم به طرف روشنایی و شادمانی و رضایت و سپاس و قدردانی و رساندن خیر به زندگی، اولش به خودمون، بعدنش به زندگی. خب اینا رو هی بررسی کنیم. هر جایی که هستیم یه قدم بریم اونورتر، تا به بی حدی رسی ای خاک بیز. اینقدر توی این مسیر عاشقانه و زیبا جلو میریم، اینقدر مرحله به مرحله روح ما گسترش پیدا میکنه و تجربیات جالب و بزرگ میکنیم و خیرمون به، اصلا وقتی خیرمون به دیگران میرسه تمام درهای آسمان باز میشه و از اونجا برامون میریزن. بنابراین با این پنجتا شعر کوتاهی که براتون، پنجتا خطی که از مثنوی براتون خوندم، ببینید چقدر زیبا این هدیه‌ای که خداوند به کره زمین داد و شانس ماست که به زبان مادری ما سخن میگه. اول ببینیم که توی نهانخانه جانمون چه آرزویی کردیم، چگونه این آرزوها رو کلیه رو شفاف کنیم و شفاف کنیم تا همدیگر رو خونسا نکنن و هر جایی که هستیم، هر جایی که هستیم از اونجا یک قدم به بی حدی نزدیک بشیم، تا توی هفته آینده براتون مدیتیشن چاکرای شش، آبنا چاکرا رو میگم که تا حالا هم خیلی باهاش کار کردیم ولی بیشتر توضیح میدم. ولی تا به اونجا برسیم بهتر اینه که هر روز، روزی چندین بار چشمتون که بازه، مثلا دارید یه کاری رو انجام میدید، یه مثلا یه بوته گلدونی پیش میز تحریرتونه، یا اینکه توی آشپزخونه یک قوری کتری خاصی هست، یا توی محل کارتون یه چیزی خاصی جلوتونه، هی اونو نگاه کنید، چشتونو ببندید ببینید که با این میبینیدش یا نه. دوباره مثل این عینکی که من جلوی شما میگیرم، میگم اینو نگاه کنید، قشنگ نگاه کنید، چشتونو ببندید، حالا ببینید با چشم بسته میتونید ببینید یا نه. بچه ها بلا فاصله بعد از اینکه بهشون میگم، اول میگن نه، بعد بهش میگم نه دقت کن، دوباره باز کن، دوباره باز میکنه، میگم دقت کن، قشنگ نقش این تصویر رو بزن به نهانخانه جان. و بعد خیلی زود با چشم سوم که هفته دیگه، دو هفته دیگه براتون بازش میکنم و مدیتیت میکنیم، میتونید با عالم لطیف جانتون زودتر، آسانتر و روشنتر تماس بگیرید. خیلی دوستتون دارم. شیرش کنید، لایکش کنید، تقسیمش کنید. من کار میکنم، شما پخش میکنید. کار من اینه، کار شما اونه، هر دوتاش سرویس و خدمته. خدا نگهدارتون، دوستتون.